پدرم و مادرم در حینی که داشتن به سینما می رفتن منم با خودشون داشتن می بردن که بین راه پدر بزرگم پدر منو می بینه منو از آغوش ایشون می گیره و میگه که سینما یه جای تاریکیه، بچه می ترسه، بدید من ببرم خونه و منو میارن خونه. منو میارن خونه و بعد از 2-3 ساعت مطلع میشن که سینما رکس فتیش گرفته و هنوز مطلع نبودن که خانواده من تو این سانس بودن یا نبودن، که یه مسافت خیلی طولانی و اکثر مردم آبادان به صورت هیجان زده و پای برهنه میدونن و به سطح شهر همون منطقه که آتش روزی بوده میرسن و شروع میکنن به جلو رفتن که اجازه میدن. حالا نوع آتش روزی شد، تمام اتفاقات رو که حرف و حدیث زیاده ولی هیچ وقت واقعیتش مشخص نشد، ولی بعد از آتش سوزی که بیرون میارن پدران رو از حلقه‌ای که الان رو دست خودم از ایشون یادگاری مونده برا من، مادرم هم از سینریز پروانه که توی گردنش بوده شناسایی شده. پدر و مادر من چون که در انتهای سینما رکس بودن، انتهای سینما بودن، سوختگیشون جوری بوده که قابل شناسایی نبودم، ولی خب جوری بوده که میشده جنازه‌شون رو تفکیک کرد و جدا به خاک سپرد. برای همین توی قسمت گودال خاک سپاری نشدن. گودال یه قبر دست جمعی بزرگ مربوط بود سینما رکس آبادانه. تعدادی که قابل شناسایی نبودن همه رو یه جا توی یک مزار دست جمعی به اسم گودال سینما رکس به خاک می‌سپارن. تعدادی از جنازه هم که قابل شناسایی بودن به خانواده هاشون تحویل دادن و یه پارچه جدا 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 به خاک سپردن. خانواده من جز اونایی بودن که قابل شناسایی بودن. من نگاتیو عکساشون رو داشتم بعد از سوختگی، ولی خب هیچ وقت شهامتش رو نداشتم، برای همین نگاتیو رو نابود کردم چون نمیخواستم چهره دیگه از پدر و مادرم تو ذهنم باشه. من تا مدت هم نمیدونستم که این اتفاق برای پدر من افتاده و مادر من. من کنار خانواده که زندگی میکردم 2-3 سال بعد از این اتفاق که خیلی سخت افتاد برای من و بعدش که شرایط خانواده به حالت عادی برگشت، متاسفانه اون موقع بانک صادرات که پدر من کارمندش بوده ما رو پاس میداد به خاطر هزینه‌های سخت زندگی و جنگ زدگی، منو پاس میداد به بنیاد شهید به بانک صادرات و خوشبختانه خوشحالم که هیچ کدوم برای من هیچ کاری نکردن. کلاس 4 یا 3 بودم، فکر کنم 3 بودم، موقع آقای کروبی رئیس بنیاد شهید بودن، یه بخشنامه تو مجلس تصویب شد که خانواده سینما رکس جز شهدا نیستن و فکر میکنم بهمن ما بود، آره تو دهه فجر بود، هنوز یادمه. منو از مدرسه شاهد بیرون کردن. ببینید از مدرسه شاید وقتی بیرون میکنن دیگه شرایط ثبت نام برای مدارس دیگه خیلی سخت میشه و من مجبور شدم 2 سال توی روستا درس خوندم. من تا کلاس 4 دبستان نمیدونستم پدر و مادرم بودم. کلاس 5 بودم که تونستم برای اولین بار، ملاقات من با مزار پدر و مادر بود که بعد از خوندن اسامی و شناسنامه که از خودم دیده بودم دیگه فهمیدم بازوش. از سینما رکس هیچی نمونده تا آبادان خانم، فقط اسمش هست و باقی مونده های اون اتفاق که امثال من هم محال تقویم رو گیر بیارید که واقعی سینما رکس توش ثبت شده باشه. اونی که کبریت به گوشه دامن مادر من زد، اونی که کبریت به پیرهن پدر من زد، من اون آدم رو بخشیدم. حالا هر کس که هست من اون آدم رو بخشیدم.
اگه بخوام منم با تنفر زندگی کنم مثل همون آدم میشم. فقط بخوام ازش بپرسم که چرا این کارو کرد. حتی حیوانم هم چنین کاریو نمیکنه. من احساس میکنم تا زمانی که تاریخ به دست حکومت ها و دولت ها نوشته میشه، جز دروغ چی نداره.